شما وقتتان بخیر به خبر ساعت 8 خوش آمدید. سرخط خبرها. چانزنی برای تشکیل سه گروه مذاکراتی در دوحه. من امیدواریم که بحثونو په اتمام سره به مونږ په یو کډ اعلانیه کې هغه څه چې بحث شوی دی هغه اعلان شي. واکنش ها بر ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان. پاکستان حکومت بعد قبول که چې دوی د ایسای سیاست په وړاندې باندې پاتې راغلي. بازپسگیری 24 ولسوالی در یک ماه گذشته از طالبان. آغاز مراسم حج امسال زیر سایه ویروس کرونا. و افزایش بهای مواد نفتی در نگهبان. خوش آمدید، من بیژن آریان هستم. در دومین روز مذاکرات میان هیئت بلندپایی دولت افغانستان و طالبان، چانه‌زنی برای تشکیل سه گروه مذاکراتی جریان دارد. منابع از دوحه به آریانا نیوز میگویند که این سه گروه کاری قرار است که روی سه موضوع همچون قانون اساسی آینده، اعتمادسازی و نقشه راه سیاسی به صورت همزمان و موازی کار کنند. بر بنیاد گفته های این منابع، رهایی زندانیان طالب و بیرون شدن نام رهبران گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل در بخش اعتمادسازی و ایجاد حکومت گذار در بحث نقشه راه سیاسی می گنجد. هیئت های هفت نفری از نمایندگان دولت و طالبان از دیروز تا کنون چهار دور نشست پشت دربهای بسته انجام دادند. علی اصغر. ادامه گفتگوها در سطح کلان میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان. در دومین روز گفتگوها هیئت‌های دو طرف پشت درهای بسته در دوحه با همدیگر گفتگوهای داشتند. بر بنیاد گفته‌های منابع دو طرف تلاش دارند تا بر سر ایجاد سه گروه کاری که روی سه موضوع مشخص بحث کنند و به توافق برسند. منابع آگاه از دوحه با آریانا نیوز میگویند که این سه گروه کاری قرار است روی سه موضوع به صورت همزمان و موازی کار کنند. قانون اساسی آینده، اعتمادسازی و نقشه راه سیاسی سه موضوع مطرح شده برای بحث در گفتگوهای کاری است. بر اساس گفته های این منابع، رهایی زندانیان طالب، بیرون شدن نام رهبران گروه طالبان از لست سیاهی سازمان ملل متحد در بخش اعتمادسازی و ایجاد حکومت گذار در بحث نقشه راه سیاسی می گنجد. من امیدواریم که بحثونو په اتمام سره به مونږ په یو کډ اعلامیه کې هغه څه چې بحث شوی دی هغه اعلان شي. امیدواریم چې د افغانستان د خلکو لپاره پکې ښه خبرونه موجود وسي. اما تشبث فوری ترین چیزی است که نمایندگان هیئت دولت افغانستان به دنبال آنند. کابل به این باور است که طالبان به دنبال گرفتن قدرت از راه زور هستند، نه اینکه بخواهند به یک راه حل سیاسی از راه گفتگو برسند. این برداشت طرف مقابل است. سیاست ما این نیست. سیاست ما این است که به یک راه حل از راه مناظره برسیم، چون آن زمان ما می توانیم در افغانستان یک صلح پایدار برقرار کنیم که هدف نهایی همه ما است. در اینجا هیئت جمهوریت از نوع نظام آینده بر بنیاد تصمیم مردم را هم بحث می کنند. اما طالبان تاکنون از قبول اراده مردم در پای صندوق های رای چیزی نگفتند و خواهان ایجاد نظام اسلامی شبیه همین امارت خودشانند. ولی این به معنی این نیست که چنین چیزی برای مردم افغانستان قابل قبول باشد. فراموش نکنید افغانستان طی دو دهه گذشته دموکراسی را تجربه کرده است. اراده مردم بر اساس هر نفر یک رای، چی زن چی مرد، این از ارزش‌های اولیه ماست که برای ما در این دور مذاکرات مهم است. تا کنون هیئت‌های دو طرف با ترکیب هفت نفری از هر دو سو چهار جلسه را پشت درهای بسته به پایان رساندند. عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، عبدالسلام رحیمی، عطا محمد نور، معصوم استانکزی، فاطمه گیلانی و باتور دوستم از طرف دولت افغانستان و عبدالغنی برادر، شهاب الدین دلاور، عبدالسلام حنفی، ملا دین محمد، مولانا فرید، ملا فاضل و شیخ عبدالحکیم حقانی از طرف گروه طالبان در این جلسات حضور دارند. شماری از شهروندان کشور در واکنش به ربوده شدن سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد، پشت درب سفارت پاکستان در کابل دست به اعتراض زدند.
این اعتراض کنندگان پاکستان را متهم به بیتوجهی در تأمین مسئولیت فامیل های دیپلمات های کشور در اسلام آباد می کنند. وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان را نیز در پیوند به این موضوع احضار کرده است. وزیر داخلی پاکستان می گوید که تلاش ها برای بازداشت عاملان این رویداد جریان دارد. روحید اندیشمند. پس از آن که وزارت خارجه افغانستان از ربوده شدن سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان خبر داد و گفت که خانم علی خیل پس از شکنجه و لطکوب رها شده است، وقوع این عمل در پاکستان با واکنش‌های زیادی در کابل به همراه شده است. شماری از اعتراض کنندگان اینجا پشت درب سفارت پاکستان در کابل جمع شدند و پاکستان را متهم به سهل‌انگاری در مسئولیت دیپلمات‌های افغان در کشورشان می‌کنند. پاکستان حکومت باید قبول کنه چې دوی د ایسای سیاست په وړاندې باندې پاتې راغلي، دوی خپل ډېر زیات ناتوانه دي او د افغانستان ډیپلوماتان ته امنیت او مسئولیت نشي ورکولی. سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی میخواهیم که در قضیه افغانستان مداخله بکنن، مانع مداخله و جنایت پاکستانی ها شوند. این اعتراض کنندگان خواهان رسیدگی جدی این قضیه از سوی وزارت خارجه افغانستان شدند و از پاکستان نیز میخواهند که برای بازداشت عاملان این رویداد دست به کار شود. وزارت خارجه افغانستان هم در پیوند به این موضوع منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې ژر تر ژره تر نامعلومه وخته پورې په بیړنۍ او جدي توګه ټولې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې سي. نخست وزیر عمران خان روز شنبه به وزیر داخل این کشور دستور داده که در 48 ساعت عاملان این آدم ربایی را بازداشت کند. وزیر داخل پاکستان میگوید که این افراد به زودی بازداشت خواهند شد. اونکا راولپنڈی جانا، ما تصویرهایی را داریم که نشان می‌دهد او از یک تاکسی در راولپندی پایان می‌شود و به مارکت خریداری می‌رود. ما تمامی این تصویرها را به جهان نشان خواهیم داد. اما پرسش اینجاست که چگونه از راولپندی به دامه آمده است. وزارت خارجه پاکستان نیز این رویداد را محکوم کرده و گفته است پلیس این کشور تحقیقات جدی در این مورد را آغاز کرده است. نیروهای امنیتی و دفاعی با گرفتن ولسوالی سرخ پارسا در پروان و مالستان در غزنی 24 ولسوالی را در دست کم یک ماه گذشته از تصرف طالبان بیرون کردند. سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی میگوید که در برخی ولایت‌های کشور نیروهای امنیتی از حالت دفاعی و تهاجمی در آمدند. در همین حال نبردها در بیش از 10 ولایت کشور جریان دارد و وزارت دفاع از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهد. سمی جهش. در ادامه نبردها در بخش‌های از کشور و دست به دست شدن ولسوالی‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان، سخنگوی نهادهای مشترک امنیتی می‌گوید که نیروهای امنیتی کنترل 24 ولسوالی را در بخش‌های از کشور به دست گرفتند. اجمل عمر شینواری می‌افزاید که برای پسگیری ولسوالی‌های از دست رفته برنامه نخته شده و در برخی ولایت‌های کشور نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در آمدند. جمعاً 24 ولسوالی، مرکزهای ولسوالی دوباره به تصرف ما آمده و اونمو اراضی ولسوالی تنها اونمو تعمیر نیست. ما هدف ما از لحاظ نظامی تصرف تمام اراضی هست که فعلاً در او ساحات حالت اضطراری و یا حالت جنگی است. در همین حال ولسوالی مالستان غزنی پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان و ولسوالی سرخ پارسا در پروان بدون درگیری به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. مبارزات خستگی ناپذیرشان ولسوالی سرخ پارسا هم آزاد شد که یک قدم نیک است. دشمن متواری شده. اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند بیشتر ولسوالی‌ها که در ولایت‌هایشان به دست طالبان افتاده است واپس گرفته نشده است. بقیه ولسوالی ها کلگی پیش طالب هستند سقوط کرده و هیچ ولسوالی را حکومت در این روزا پس گرفته نتانست. دیگه نمروز دو ولسوالی فعلا به تصرف کامل طالبان است و یک ولسوالی دیگه هم در روز طالبان حضور داره و جنگ میشهر ناگاه وقت و نوقت جنگ جریان داره در ولسوالی دلارام. در فاریاب شب گذشته حمله‌های تهاجمی طالبان بر روستای سبز ولسوالی پشتونکوت فاریاب پس زده شد و گفته می‌شود که در این حمله 12 جنگجوی طالب کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند و دو نیروی امنیتی نیز جان باخته است.
عامل اصلی جنگ طالبا هستند. امیدوار هستم که دیگه از بیشتر ملت آزار نتن، اذیت نکنن، که ملت بیچاره بیشتر از توان نداره که یکقدر خساره بپردازه. در کاپیسا طالبان پس از تصرف ولسوالی های تگاب و علسای، حمله هایشان را برای تصرف ولسوالی نجراب این ولایت شدت بخشیدند و چندین پازگاه نیروهای امنیتی در این ولسوالی نیز به دست جنگجویان طالبان افتاده است. نگهبانان علاگل مجاهد یک سرباز امنیت ملی را در کابل زخمی ساختند. منابع به آریانا نیوز میگویند که نیروهای امنیت ملی روز گذشته کاروان موترهای علاگل مجاهد عضو مجلس نمایندگان را در ایست بازرسی نزدیک به ریاست شهر امنیت ملی توقف دادند که پس از مشاجره لفظی نگهبانان این عضو مجلس بر نیروهای امنیت ملی شلیک کردند. با این حال گواهان رویداد میگویند که نیروهای امنیت ملی میخواستند شیشه های سیاه یکی از موترهای زرهی را پاک کنند که با واکنش افراد مسلح قرار گرفت و بروی یک دیگر شلیک کردند. اکبر لودین. نوار تصویری که در صفحات مجازی دست به دست می شود نشان می دهد که افراد مسلح در منطقه پل محمود خان مربوط به حوزه دوم پلیس کابل بر شمار از نیروهای امنیت ملی شلیک می کنند. محلی که در چند متری آن ریاست چهل امنیت ملی و وزارت دفاع ملی موقعیت دارد. منابع به آریانا نیوز می گویند که این افراد وابسته به علاگل مجاهد عضو مجلس نمایندگان است که پس از مشاجره لفظی با نیروهای امنیت ملی دست به تیراندازی می زنند. در این رویداد یک سرباز امنیت ملی زخمی شده است. ډیر ډزې شو تقریبا د زیاتو هم د 3 شاجوره 15 شاجوره ډزې او شپې لګې نه وي هوایی ډزې هغوی هم روانو کولې او دوی له دېزې کولې دواړه سره لګیا. شمار از اعضای مجلس نمایندگان نیز خواستار بررسی این رویداد شدند. آنان تاکید دارند که نمایندگان مردم نباید پا فراتر از قانون بگذارند. اگر از زورمندا است، اگر از قانونگذارا است، اگر از افراد مسلح غیر مسئول است، باید دولت در این قسمت جدی اقدام بکنه و این افراد جمع آوری بکنند. افغانستان است، در اینجا هر چیز امکان دارد و این کار باید نمیشد. اگر هر کدام وکیل بوده باشد، باید با پنجه قانون سپرده شود. با این حال وزارت امور داخله میگوید که بررسی ها در این مورد آغاز شده و عاملان این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهد شد. کسانی که روز گذشته با استفاده از سلاح دست به اخلال امن نظم عامه زدند زیر پیگرد قرار دارند و بازداشت می شوند. خواستیم نظر علاگل مجاهد را نیز در این مورد با خود داشته باشیم، اما با تماس های مکرر وی حاضر به پاسخگویی نشد. پیشتر نیز شمار از اعضای مجلس نمایندگان به زورگویی در برابر نیروهای امنیتی متهم شدند. 5 رادیو در ولایت های هرات، بلخ، سمنگان، بغلان و قندوز به خواست طالبان نشرات دارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که این رادیوها در ساحات تحت اداره طالبان قرار دارند و اکنون نشراتشان هم به نفع طالبان است. همزمان با این مسئولان در این وزارت میگویند که شدت گرفتن جنگ و خشونت ها در کشور سبب شده تا 51 خبرنگار بنابر تهدیدها به مرکز انتقال یابند و 71 خبرنگار دیگر هم کشور را ترک کردند. سمیجهش. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند 5 رادیو بنابر تهدیدهای طالبان و فضای جنگی در 5 ولایت کشور به نفع طالبان نشرات دارند. رادیو میهن در ولسوالی شندند ولایت هرات، رادیو پیمان در ولایت بغلان، رادیو سیمای سل در ولایت سمنگان، رادیو جیهون در ولایت کندوز و رادیو نوبهار در ولایت بلخ از شمار رادیوهایند که در اداره طالبانند. سرپرست این وزارت میگوید رسانه هایی که برای طالبان نشرات میکنند کارهایشان ارزیابی میشود. در صورتی که اینا تبلیغات خود را به اختیار خود علیه دولت یا کسی یا جامعه رسانه‌ای و ارزش هایی که جامعه رسانه‌ای افغانستان با او باور دارد شروع کرده باشد، طبیعی است که برخورد قانونی مبتنی بر اصول صورت خواهد گرفت. مسئولان در این وزارت می افزایند شمار زیاد از رسانه ها به دلیل خشونت و ادامه جنگ در ولایت ها متوقف یا هم تخریب شدند. با این حال معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید با بدتر شدن وضعیت رسانه ها در کشور این وزارت برنامه هایی دارد تا از خبرنگاران محافظت نماید. ولی وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با کمیته مشترک، کمیته مسئولیت خبرنگاران، امنیت ملی و نهادهای امنیتی
آمادگی اضطراری خود را به منظور رسیدگی به چالش خبرنگاران در مناطق در حال جنگ و در بحران دارند. نگرانی ها در پی افزایش نامنی ها در کشور میان نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران بالا گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید رسانه ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ساحات و افراد غیر نظامی هستند و باید از سوی طرف های جنگ مسئول باشند. و در این حالت جنگ مهمترین مسئله برای خبرنگاران حفاظت از آنهاست. حفاظت از آنها چرا که در بسیاری از مناطق که جنگ ادامه داره عملا رسانه ها خاموش شدند. همزمان با این مسئولان رسانه ها میگویند چالش های امنیتی در برابر کارمندان رسانه‌ای به ویژه خبرنگاران افزایش یافته و باید این مسئل در مذاکرات صلح به طور جدی با طالبان مطرح شود. اگر رسانه ها در کابل یا در شهرهای دیگر بنابر ملاحظات سیاسی، بنابر ملاحظات امنیتی دچار خود سانسوری بیشتر شوند، دچار این شوند که تن به تن به خواستهای طرف های مختلف، این خلا را کی پر میکنه؟ رسانه هایی که از بیرون نشرات دارند چی خواد کردن؟ در حالت امرجنسی، حالت اصرار هم به رسانه ها باید ابلاغ شود، هم به خاطر مسئولیت جانی تعدادی که در شرق و غرب به اصطلاح گیر ماندن، این بسیار مهم است. در 6 ماه پسین نزدیک به 20 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کشور یا به اثر جنگ و یا هم در پی ترورهای هدفمند جان باختند که تا اکنون هیچ گروه مسئولیت مستقیم این رویدادها را به عهده نگرفته است. با بخش جهان باز خواهیم گشت. فشرده چند خبر از جهان. مراسم حج تمتع از امروز در عربستان آغاز شد. برای دومین سال متوالی این مراسم در سایه محدودیت‌های همگیری ویروس کرونا برگزار می‌شود و تنها به 60,000 نفر از ساکنان عربستان اجازه داده شد در آن شرکت کنند. از دیگر شرایط شرکت در مراسم حج تمتع امسال زدن هر دو دوز واکسن کرونا بوده است. تعداد رسمی زائران حج در آخرین سال پیش از همگیری کرونا حدود 2.5 میلیون نفر بود. ماموران امداد و نجات در غرب اروپا شتاب زده برای یافتن بازماندگان سیل‌های ویرانگری که تاکنون 170 کشته به جا گذاشته است تلاش می‌کنند. در پی بارندگی‌های بی سابقه که به سیل‌های شدید در آلمان و بلژیک دامن زد، هنوز شمار زیادی مفقود هستند و انتظار افزایش آمار مرگ می‌رود. با عقب نشینی سیل، ماموران از جمله مشغول جستجو در موترهای غرق شده برای یافتن اجساد هستند. انتظار می‌رود آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان شام یکشنبه از این مناطق بازدید کند. بخش اقتصادی هم تا دقایق دیگر. و این بخش هم خوش آمدید. بهای تیل و گاز در ننگرهار به شدت افزایش یافته. در ننگرهار 1 لیتر تیل سوخت 70 افغانی و 1 کیلوگرم گاز مایی هم 60 افغانی شده. باشندگان این ولایت میگویند که بازرگانان از وضعیت بد کشور استفاده سوء میکنند و قیمت ها را خودشان تعیین میکنند. بیشتر در این گزارش. باشندگان ننگرهار از افزایش روزافزون بهای مواد سوختی به ویژه تیل و گاز شکایت دارند. این باشندگان میگویند بهای 1 لیتر تیل به 70 افغانی و 1 کیلو گاز مایع به 60 افغانی افزایش یافته است که مردم در شرایط کنونی توان خرید این دو مواد سوختی را ندارند. شپک دیر شریر دون تر 15 پی دو پوری د تیل نرخ ورسیدو او د دې تر څنګه چې د کوم خوراکي توکي کوم توکي چې د دې بیم وړ شوې دا زمونږ خو د دولتي چارواکو نم د هيله دا چې د دې کنټرول وکړي د دې مخه وکړي او موږ چې د مزوریان هم نشته دي تیل هم د ثورت پر جګي یم کې شپک دیر روپیه شپک دیر شونه سلويخ تو تول اسیدو سلويخ تو نو حتی یو په دو شو تیل یو په دو شو بعد موږ مزوري نه کیږي. مردم میگویند مافیای اقتصادی قیمت‌های خودسرانه را برای همه چیز تعیین می‌کنند و مقدار پول و برخی از مقامات می‌پردازند و از این روز که مسئولان هم به صدای مردم گوش نمی‌دهند بل از متخلفان حمایت می‌کنند. سپیتو تا مثال و قتل پوشی منی پا سالوی خواهد سواب این دو سالوی خورانده چه خیجی روزانه چه دا پت اینه لگه شد بو منگ منی تشه اکی والا پا خدای بارکا بگا منگ پیو نیم سال لپای کورتا وڈی پا دی مرسیدیس چه پنه هزار دالر ماغست ده یه روپای گتا جشت چوار لیشتا نده مزوری نشتا تیل که مطا شوی گزی دو نواتلی و طول عرصه نواتلی و بس قرار یخ نای موتر مدرولی شپک شپک لگه
روپای مردمی ها یا گاره پیشتا. مسئولان اتحادیه نفت گاز در ننگرهار میگویند که قیمت یک لیتر تیل پترول 60 افغانی و یک کیلو گاز مایع هم 54 افغانی است. آنها میافزایند وضعیت بدامنی در برخی از بنادر باعث افزایش قیمت نفت گاز شده و احتمالاً بالاتر هم برود. قبول از ما یک تن تیل و گاز باغست یا شپک سواتی ها روپای مانی پرون و وقت سو سو و چلویخ روپای مانی یعنی شپیتر دالب یک تن پرخوکا مخی بلار تجاران و دیر مال لاباره و تجار نمال نراباره داب خارج نیل نراباره ایران سر دون بندی در ترکمنستان بندی سر حالات و بیا پا دی تجار پا دی منز که زدر نیلیشی چی مال لابار که لگیگی. مسئولان محلی در مورد این شکایت های مردم از ابراز نظر خودداری کردند. با دست به دست شدن بندرهای اسلام قلعه و شیرخان بندر بهای مواد سوختی در کشور افزایش یافته. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 60 پول، یک یورو 93 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپی پاکستانی 493 افغانی و 1000 روپی هندی 1090 افغانی. با جهان ورزش باز میگرد. عبیدالله انوری با بخش ورزشی. باباجان احمدی میلپوش از وقت پهلوانی کشور بر سکوی نخست رقابت‌های گزینشی تیم ملی کشتی آلمان تکیه زد. کشتیگیر مهاجر افغان در این رقابت‌ها با 4 پیروزی برابر حریفان قدرتمندش دست یافت و نیز عضویت تیم ملی پهلوانی آلمان را رسما کسب کرد. باباجان پیش از این در رقابت‌های کشتی بوندسلیگای آلمان نیز خوش می‌درخشید و در حساس‌ترین رقابت توانسته بود نایب قهرمان جهان و اروپا ولادیمیر دوبوف بلغارستانی را مغلوب خودش کند. شمار از فوتبالیستان ننگرهار در یک گردهمایی اعتراضی خوشحال از رتی آمر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال را به فساد و بی‌کفایتی در خصوص زمین‌های فوتبال در این ولایت متهم می‌کنند. آنان میگویند این کم توجهی ها سبب شده تا زمین های فوتبال و نیز بخش ورزش این ولایت به حالت نابسامان قرار گیرد. مونږ نن غواړو چې دغه خلګم ټول کړی چې مونږ حق غواړو د کال 15000 ډالر مونږ سهمه لو د فوتبال فدراسیون کې 1000 ډالر د جوانانو د کمیټې مصرف د چمون کمیټې ته راشي مونږ د سنین تیمونه وروزو او جامع ته تقدیم کوو. هم رئیس د فدراسیون دی هم امر د ورزشی ده. دا دوه وظیفې په کوم لحاظ باندې تاسو دوه وظیفې چاته ورکوي بیا مسلکی شخص نه ده. امریت ورزش ننګرهار این انتقادهای معترضان را رد کرده و میگوید برخی درخواست های شخصی خود را مطرح میکند. چې څومره زمونږ د فوتبال دغه رش کړی ده یو تبلیغ ده چې کیږي هر څوک چې دی کار نه دی کړی اوس افیلی حالت کې ولسمشر پسې څه خبرې نه دی روانې. گفته می شود خوشحال حضرتی مدت ها مسئولیت ورزش را بر عهده داشته است و چندین بار به اخراج موقت متهم شده اما از سوی برخی از رهبران سیاسی به مقام خود بازگردانده شده است. وضعیت هوای فردا. برای دیدن این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان به وبسایت ما آریانا نیوز نقطه ای اف سر بزنید. رسانه های اجتماعی ما را هم فراموش نکنید. تا درود دیگر بدرود.